رفقا چطور این؟ خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. توی این ویدیو قرار بریم با هم دیگه توی گردونه جدیدی که اومده، جدیدم نیستش ولی بازم میریم با هم دیگه توش سیپی میزنیم و شانسمون امتحان میکنیم دیگه. میدونید شانسمون خیلی خوبه، این معلومه دیگه، نیاز به سوالی نداره. و جدا از اون که قرار با هم دیگه گردونه سیبی بزنیم، تریلر رسمی بتل پس سیزن 8 رو قرار ببینیم. سیزن بعدی کال آف و دنسی که توی بتل پس هستش رو قرار با هم دیگه ببینیم و کاراکتر لژندری که قرار بیاد رو قرار با هم ببینیم. پس حتما تا آخر تماشا کنید، خیلی ویدیو باحالی میشه، واقعا خیلی چیز جالبی هست توی ویدیو. دمتون گرم، قبلش لایک و سابسکرایب یادتون نره، خیلی خیلی عشقی، دمتون گرم واقعا. بریم ما هم این ویدیو رو شروع کنیم و شانسمون رو تو این گردونه لعنتی امتحان کنیم. لتس گو. آقا گردونش این هستش، میام توی گردونه و میبینید تریلر براش نیومده، چون قبلا این گردونه یه بار اومده بود. اگه خبر داشته باشین فکر کنم یکی دو ماه پیش بود که این گردونه اومده بود. قبلا میبینید چند تا از جوایزش هم گرفتیم قبلا و چیزایی که تو این گردونه هست اول قرار با هم دیگه ببینیم. چیز مهمی واقعا زیاد نداره مگه اینکه این دنسش باشه. دنسش هم یک آهنگ روش هست، اگه خودتون ببینید یه موزیک خوبی روش پخش شده و خیلی دنس باحالیه به نظر من، دنس کولیه و خیلی حال خوب کنه دنسش، واقعا چیز باحالیه. اگه بگیرید خیلی واسه تون چیز جالبی در میاد، ناکن خودتون چیز باحالیه واقعا، خیلی طولانی هم هست نسبتا و اوکیه. چیزهای دیگهش یه بیل داره که میتونید بگیریدش و این چیه؟ جدی این چیه؟ کی دیگه از این استفاده؟ این چیه؟ لژندری هم هست تازه، بشتوم این چیه آجی ناکن. کاراکتر رو ببینیم با هم دیگه. کاراکتر خیلی عجیب و سطح بالا و کلا خیلی شلوغه، کلا ناگهان خیلی عجیبه، فضایی و این سبکاست گانه لژند. این گردون هم قرار با هم دیگه ببینیم، MX9 که مثل اینکه خیلی بال قرار باشه و برگام خیلی خفنه. جتپکش هم که قبلا گرفتیم با هم دیگه ببینیم، جتپک اوکیه و اینم گان دومش هست که خیلی آشغال به نظر من، خیلی سنگین و به درم نمیخوره گان زیاد. و اینم از اسکین ماشینش، اینم از این اسکین که نمیدونم مثلا چه اسکینه، چیه میخوام چیکار کنم این اسکینو. اصلا بریم ما هم سیپی بزنیم و شانسمون امتحان کنیم. مثل همیشه اول ما باید باگ امتحان کنیم. یکی از رفقا گفته بود توی همه جوایز کلیک کن جز گان لژند و روی دنس نگه دار و بعد سیپی رو بزن، که ما این کار رو انجام میدیم ببینیم شانسمون جواب میده یا نه، دنس میتونیم بگیریم یا نه. از اونجا که میدونید خیلی شانسمون خوبه، احتمال داره چیز خوب بگیریم توش. بله اینم از این بود، بازم شانسمون خوب در اومد دیگه. ناکنید این اسکین ماشین رو حتما بگیرید، بذارید در خونتون آب بدید بهش. میخوایم چی کار کنم اصلا این از اونجایی که دیگه میدونید پیشگو هستیم، این اسکین بیلو بهمون میده. بیل چی هرچی هست نمیدونم اصلا کی استفاده میکنه از این، اینو بهمون میده یا این معلوم نیست چیه، همینو بهمون میده این اسپری آشغال یا این. اصلا دنس و کاراکتر گان لژند میدین قفل واسه این طبیعیه دیگه، نیازی نیست که بگیم. کلا روی دنس میذاریم بمونه، روی کاراکتر کلیک میکنیم، همینو پشت سرم هزار بار میزنیم. نمیدونم چه تأثیری داره، چون خیلی این کار میکنن و بهشون میده، واقعا خیلی فشار داره، واقعا خیلی فشار داره واسه من. و میریم با هم دیگه اسکین بعدی رو بزنیم ببینیم چی اون میزه، داش کاراکتر یا دنس بده بریم دیگه. دنسو داد داداشم. چه عجب، اکتیویژن دنس رو داد حداقل، همین تنها چیزی که میتونست بهمون بده بهمون داد. و یه چیز خیلی جالبم که بخواید بدونید، نکنه توی درصد اگه بید این اسپری آشغال نمیدونم چرا اینقدر اومده بالا. برو باشه کنی، میتونیم یه اسپین دیگه بزنیم و ببینیم بهمون کاراکتر میده یا این اسپری یا این اسکی بیل یا اینو بهمون میده. ناکنید میدونم این ستا قطعا نکنم از ناست دیگه، مگه میشه یه بار ما بتونیم حداقل یه شانس زیاد داشته باشیم؟ درصد دنس خیلی بیشتر بوده، ناکنید اینم در نظر داشته باشید چجوری بهمون داده. این کاراکترش خیلی FTL و نمیدونم چی نوشه دقیقا بعدش، ولی کاراکتر خیلی عجیبیه واسم واقعا، خیلی ترسناکم ازش. میایم بیرون از گردونه، سب کنید. اول گفته بود یکی از رفقامون گفته بود که باید سه بار سلام کنی به اکتیویژن. سلام اکتیویژن داداش، چه خبر، چیکار میکنین؟ سلام سلام. آقا سه تا با هم دیگه گفتیم بریم با هم دیگه اسپین بزنیم، نمیدونم چه فایده ای داره. یکی از رفقا گفته بود، من گفتم امتحان کنیم ببینیم چی میشه، ببینیم میده یا بهمون، اصلا هیچی بهمون نمیده، معلوم نیستش. همون کاراکتر فقط میتونه بهمون بده، گان لژند که اصلا نه، فکر نکنید اصلا. اسپین بعدی رو بریم با هم بزنیم داداش. اکتیویژن ناکن یه بار دل ما رو نشکن، یه بار هم که شده دل ما رو نشکن، دمت گرم. بریم با هم بزنیم، نشد آجی، یه بار دیگه اسپین بزنیم ببینیم چی میشه و
بده دیگه همون بیلو بده ما بریم دیگه. داداشم بیلو داد، چه خوب میبینید، بهتون میگم دیگه، من میگم پیشگوییم خیلی خوبه و دیگه میدونید الان کامل دیگه جادوگر شدم دیگه. میبینید گفتم بیلو میده، دقیقا چند ثانیه قبلش گفتم بیلو بده و داد. اینم از این آقا، دیدید دیگه یه دنس تونستیم بگیریم حداقل از این گردونه، حد نمیدونم دیدید کاراکتر بهمون نه دیگه، همون بیلو داد بیلش خیلی خوبه. بریم با هم تریلر رسمی بتل پس سیزن 8 و دنس بتل پس و اون کاراکتر لژندری سیزن بعدو ببینیم. بریم با هم دیگه تریلر سیزن 8 رو ببینیم، بتل پس سیزن 8 رو ببینیم که میبینید خیلی از کاراکترهای خفنی قرار بیاد توش و مثل اینکه بتل پس خوب این قراره ببینیم. یه ایموت هم توش هستش که قراره ادامه ویدیو ببینیمش، کاراکترش خودتون دارید میبینید، 5 تایه و خیلی باحال به نظر من، گناهشون میبینید باحال توش اومده و چیز باحالیه. حالا دنسش رو بریم با هم ببینیم، دنس بتل پس که خیلی دنس باحالیه به نظر من، دنس اوکیه، یه دنس چیز خیلی باحالی نکن، چیز باحالیه و دنس خیلی فانیه به نظر من و خیلی خوبه. کاراکترهای بتل پس رو قراره با هم دیگه ببینیم، یکی اول همینی که خودتون میبینید اوکی واقعا و یه ورژن دیگه‌ش قبلا اومده بود، اینم از این کاراکتر که میبینید خیلی کمالات خوبی داره. اینم که میبینید خیلی محبوب بود توی تریلر و چیز اوکیه به نظر من، خیلی چیز مشیه. اینم که میبینید اسکین این یکی به نظر من زیاد باحال نیست به نظر من و اینم آخریه که از همه دیگه، حالا تو کامنت باید بگید نظرتون در موردش. اینم از لابی کاراکتر لژندری سوفیا که الان قرار با هم کاملش شد. کاراکتر لژندری سوفیا که چیز واقعا بمیه ولی گست رو میکشه، بله میخواد از انتقام بگیره از گست، نمیدونم چرا چیکارش کرده گست ولی دید دیگه روی گست زد، نایف زد و دید دیگه واقعا خیلی کاراکتر چیز گنگی، مثل اینکه و مثل اینکه این سیزن قرار کاراکتر گست رو از دست بدیم و اینم از قاتل گست هستش که میبینید اوکی کاراکتر لژندریه، همیشه کاراکتر لژندری اوکی بودن و خیلی باحال بودن. حالا باید ببینیم بیاد، ببینیم چه خبر میشه استفاده کنه ازش و ببینیم چه خبر قراره بشه و کلا موومنت چون اینجوریه چک کنیم نظر بدیم در موردش اون موقع کامل. در کل کاراکتر خیلی خوبیه، حتما حتما نظرتون رو در مورد سیزن قرار بیاد بگید تو کامنت ها و اینکه ممنون از اینکه ویدیو تا اینجا تماشا کردید، عشق من رفقا واقعا، حتما حتما ایده هایی اگه دارید برای ویدیو ساختن توی کامنت ها بگید. دمتون گرم، تا ویدیو خفن بعدی میبینتون، عشق منید، فعلا رفقا.